یک سرباز سابق ارتش ایرلند در دوبلین به اتهام عضویت در گروه تروریستی سنی های تندروی داعش در سوریه محاکمه شد. لیزا اسمیت 39 ساله اهل دوندال که در سواحل شرقی ایرلند به دلیل عضویت در این گروه غیرقانونی بین 28 اکتبر 2015 تا 1 دسامبر 2019 محاکمه شد. اسمیت که به تازگی مسلمان شده گفته بیگناه است. او همچنین حمایت مالی از تروریسم را با ارسال 800 یورو برای کمک به درمان یک مرد سوری در ترکیه رد کرده است اما دادستان ایرلند گفته اسمیت در پاسخ به دعوت ابو بکر البغدادی رهبر این گروه خودخانده خود را تحت خدمت پرچم سیاه داعش قرار داده است اسمیت از سال 2001 که تا 2011 یکی از اعضای نیروهای دفاعی ایرلند بود اما پس از گرویدن به اسلام درخواست ترک خدمت کرده بود اسمیت در اکتبر 2015 پس از خرید بلیت یک طرفه از دوبلین به ترکیه و از آنجا با عبور از مرز به سوریه به قلمروی تحت کنترل داعش نقل مکان کرد وی به دادگاه گفته در رقه پایتخت خلافت خودخوانده البغدادی زندگی می کرد و تلاش ناموفقی برای وادار کردن شوهرش برای سفر به رقه داشته است او همچنین از شوهرش طلاق گرفت و با یک تروریست انگلیسی ازدواج کرده است هنگامی که رقه در سال 2018 به دست نیروهای متحدین افتاد او به باغوز آخرین پایگاه باقیمانده مانده گروه داعش نقل مکان کرد پس از سقوط داعش در مارس 2019 در نهایت به ایرلند بازگشت و در بد ورود به همراه دختر خردسالش در فرودگاه دوبلین دستگیر شد